خب دیورتیک ویدئو پنجم، مهار کننده کربونیک آنهیدریز استوزولاماید، مهار انزایم دهیدریشن کربونیک اسید اند هیدراسیون کربونیک دیوکساید و هیدراسیون گاز کربونیک پیشگیری میکند. از مهار دهیدریشن کربونیک اسید و هیدریشن کربونیک دیوکساید پیشگیری میکنند، ری ابزوربشن بایکربونات را دیکریز میکنه از کلیه و باعث دیورز خود محدود میشود. اسیدوز متابولیک هایپرکلورمیک پی اچ بدن را کاهش میدهد. استوزولاماید هایپرکلورمیک، اسپیرینولاکتون هایپوکلورمیک اسیدوز. چرا؟ چون گفتیم سدیم پتاسیم آنتی پورتر روش اثر میذاره و فشار داخل چشمی رو کاهش میده. برای درمان چی؟ گلوکوما. کاربردهای والنی استوزولامید، گلوکوم، بیماری کوهستان یا های آلتیتود سیکنس که گفتیم برای پریونشن از قبل از اینکه برن تو کوهستان میدن تا بعدش، و ادمه همراه با آلکالوز که اینجا گفتش که استوزولاماید ایزی یوز این دی کلینیکال تریتمنت اف گلوکوما، تریتمنت اف آلکالوزیس، آلکالینیزیشن اف یورین تو فاسیلیتد اکسکریشن اف ویک اسید، فور اگزمپل سیستئین، یوریک اسید اند فنوباربیتال اووردوز. این های آلتیتود سیکنس مکانیزم پروببلی ریلیتد تو دیکریز سی اس اف این کوروئید پرکسوس بات این کامپلیتلی آندرستود. Side effect of acetazolamide is metabolic acidosis, یعنی زیادی اسیدی بکنه. Renal stone, calcium phosphate is less soluble in alkalinized urine. اگه ما آلکالیزه بشه یورین، چرا؟ چون داره بیکربنات زیاد دفع میشه. پروتونش میمونه، بیکربناتش دفع میشه. در نتیجه calcium phosphate is less soluble، باعث renal stone میشه. ولی بقیه دیورتیکا is used in renal stone based calcium. بقیه. برای حل کردن رنال... آره این ابی الان مثلا اینجا هم گفتش که برای نفرولیتیازید، مثلا هیدروکلوروتیازید برای نفرولیتیازید استفاده میشه، خب ولی این نه. بعد میگه که patient with side effects, patient with hepatic impairment can develop encephalopathy presumably via decreased ability to excrete ammonia and other nitrogenous waste product in alkaline urine. other nitrogenous waste product تو alkaline urine دفع نمیشن، در اینجا باعث چی میشه؟ hepatic encephalopathy میده. چون hepatic encephalopathy مشکل چی بود؟ که آمونیا زیاده دیگه، ما باید یه کاری کنیم آمونیا دفع بشه. حالا ما تو این با... کسی که hepatic impairment داره باعث encephalopathy میشیم توش اگر استوزولامید بدیم. چرا؟ چون دیکریز میکنیم ability to excrete ammonia and other nitrogenous waste product. متازولاماید با نام تجاری نپتازان is another oral carbonic anhydrase inhibitor and برینزولاماید یا آزوپت and دورازولاماید یا تروسوپت are topical carbonic anhydrase inhibitor used to treat glaucoma. اینجا هم گفته برینزولاماید و دورازولاماید موضعی هم topical هم برای گلوکوما. قبوله؟ هزی بار دیگه بگو. متازولاماید اورالیه، برینزولاماید، دورانزولاماید یعنی برینزولاماید که به برمون بمالیم، اندورازولاماید دورمون بمالیم، توپیکالی برای چی؟ گلوکوما. فارماکولوژیکال تراپی فور گلوکوما اینکلود اینکریز آکوس هیوموروس ویت پروستاگلاندین اف 2 مثل افتودین آدم لاتپرست، اوکی؟ پروستاگلاندین اف 2 آلفا. بعد اینجوری بگیم افتودین لاتت که بزنیم تو چشت، افت تو چشه آدم دین لاتپرست، اینجوری بهتره بگی افت تو یعنی اف 2 دین افت تو چشه دین آدم لاتپرست. خب دین آدم لاتی لاتپرست ای 2 بود. نه بذار من بگم اف توی آلفا میشه دینو پروست لاتانو پروست. پروستاگلاندین ایوان که نمیدونم هنوز یادم رفت استفادهش چی بود، ولی میشه یه روز تو آلف رو میز گیم بازی کردیم، گیم بازی کردیم یعنی میزو پروست آلپاپروستادیل و میزوپروستول و یه روز تو آلپ میز گیم بازی و گیمی پروست. خب بعد ای تو میشه چی؟ دینو پروستون که برای معده است. بعد پی جی ایوان فکر کنم برای ابورتیفیشینت بود. پی جی ایوان هم ابورتیفیشینت هست، اتیزم هست. آره پی جی ایوان بعد میگه که حالا برای درمان گلوکومات افت تو چش دین لاتی. بعد یه چیز دیگه هم داشتیم، چش این چیه؟ یعنی گلوکوما چش، افت تو چش. خب بعد آلفا تو آگونیز بیریمونیدین، موسکارنیک آگونیز پیلوکارپین که گفتیم پیلوکارپین یوز این نرو انگلن واید انگل
از ول از دیکریز آکوس هیومروس فورمیشن با بتا بلاکر ها مثل تیمولول مثل بقیه تیمولولایی که برای چشمنا بگو لووبونول بتاکسالول لووبتاکسالول گفتیم خیلی خوبه به خاطر اینکه فقط مال بتا وانه سلکتیو بتا وانه یادم نیست دقیقاً مطمئن نیستم آلفا 2 آگونیست بدیم با کربونیک آنهیدراز اینهیبیتور مثل چی برنزولاماید دورازولاماید به برا دورمون بمالیم. حالا این کارت تموم میشه میریم کارت بعدی دیورتیک های چی اسموتیک دیورتیک